سپاس از اینکه تا حال ما را همراهی کردین ما هم در ادامه برنامه قرار داریم ساعت سوم برنامه صبح زندگی آغاز شده ما هم مهمان خیلی عزیز را کنار خود دارم و در رابطه با موضوعی که امروز در صفحه فیسبوک صبح زندگی با شما شریک ساختیم موضوع آه... کمک به نیازمندان در ماه مبارک رمضان است و استاد گرامی را ما با خود دارم استاد سلام حسنی در رابطه با این موضوع صحبت‌های خواهیم داشت ولی حالا برشان سلام و صبح بخیر دارم خیلی خوش این جناب استاد استاد خوب است که اشاره اشاره به این موضوع داشته باشیم که خیلی از کسان نیاز دارند به کمک مخصوصا در ماه مبارک رمضان اصلا در ماه مبارک رمضان مسلمانان باید چگونه همکاری بکنند چگونه به نیازمندان کمک بکنند باید در این ماه بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر و ناصر و موعین. با از سلام ادب خدمت شما خدمت همکاران تکنیکی شما و به همه بینندگان عزیز و بزرگوار و ملت افغانستان که در این ماه بارک رمضان و در این ساعت از روز ما را در جای جای جهان تماشا میکنند موضوع بسیار بسیار زیبایی را مورد بحث قرار دادید بحث کمک به نیازمندان در ماه بارک رمضان اصولا در اسلام توجه به نیازمندان و کمک به نیازمندان یک اصل و یک ارزش است در مجموع بحث اه هم اه بحث مواسات و ایثار در راه خدا و مواسات با برادران مؤمن و با خواهران مؤمن در مجموع با انسان هایی که نیازمند مورد توجه خداوند متعال قرار گرفتن سن شما در اه صفات متقین که میخوانید صفات متقین در اولین آیات قرآن مه. کریم که خود قرآن را اول وصف میکنه که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الفلام لام ذالک الکتاب لا ریب فیه و بعد یکی از ویژگی های متقین را می فرماید که و می رزقناهم متقین کسانی هست که از آنچه که ما به آنها دادیم انفاق میکنن از آنچه که ما دادیم به دیگران می و دیگران را کمک میکنن یا در آیات زیادی ما داریم که می ما رزقنا اینها به کمک و نیازمندان یا مثلا در صوره مبارکه هلأتها از اوصاف اهلبیت پیانبر علیهم الصلات واسلام که ذکر میکنه که و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه یا مثلا در همو آیات که میفرماید که و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و فقیرا <applause> همه آیات و روایات زیادی ما داریم احادیث شریف زیادی داریم که از لسان پیامبر بزرگوار اسلام در خصوص ماه مبارک رمضان در یک خطبه ای داره به نام خطبه شعبانیه که در آخرین جمعه های شعبان این آخرین هفته شعبان که ما کم کم به ماه رمضان نزدیک میشیم ایشون یک خطبه داره که ایوه قد اقبل علیکم شهر الله بالبرکت و, و الرحمت و, و بعد در اونجا یکی از جاهایی که میفرماید میگه شما ما انسان ها خسران کاری ما انسان ها زیان کاری ما امکان داره که اهلی آتش باشیم امکان داره که به خاطر گناه خود ما در آتش قهر خداوند بسازیم میگه از این آتش چگونه میتونیم دوری بکنیم میگه که اتقوا النار یا اتق الله ولو به شق تمره میگه شما خدا ترسی خود را ظاهر بکنید خودتان را از برای آتش جهنم سپر درست بکنید ولو ده. اینه که شما یک دانه خورما ولو یک نصف خورما را شما انفاق میکنید و بحث کمک به نیازمندان در ماه مبارک رمضان بسیار تاکید شده حالا این نیازمندان باز درجات مختلف داره و بحث سله رحم سله رحم یک بحث رفت و آمده که آدم قوم خود نباید فراموش بکنه اقوام خشاوندان همسایه کسانی که به یک نحو توقع همراهی و رفت و آمد و سرزدن و دلجویی از هم دیگر داریم ما نباید از همدیگه دل بکنیم چه از همدیگه دل ببریم نباید از از هم دیگه قطع رابطه بکنیم و باید رفت آمد داشته باشیم اما بخش دیگر سلی رحیم این است که اگر در بین اقوام خود در بین خانواد فامیل های نزدیک خود کسانی را داریم که فقیرن ما باید تلاش بکنیم به اینها کمک بکنیم ولو به اندازه یک افتاری شده ده. و به همسایه ها اصلا خداوند متعال او انسان را رحمت نمیکنه که در همسایه خودش باشه کمی سیر بخوابه و در همسایگیش کسانی باشه که نان شب خدا نداشته باشه یعنی انسان باید آگاهی داشته باشه از اون محیط خود یک آگاهی کلی داشته باشه چه کسانی دارن چه کسانی ندارن چه کسانی فقیرن چه کسانی ضعیفه اینها را ما باید توجه داشته باشیم مثلا ماه مبارک رمضان ماه است که ماه مهمانی خدا که میگیم به همین معناست که خداوند سفره ثواب خود را سفره کسب فضیلت خود را مسیر سعود و سیر به سمت خودش را در این ماه فراهم کرده و برای ما کاملا آماده ساخته و ما میتونیم در این ماه از هر عمل نیک که در ماهای دیگه انجام میدادیم در این ماه بیشتر بکنیم به این خاطر که در این ماه هر عمل چندین برابره مثلا شما اگر یک آیه قرآن میخوانی مثل از که در ماهای دیگه یک قرآن ختم کرده باشه به با 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 این حد ارزش داره و به همون صورت زمانی که انسان در این ماه خیرات میکنه این خیرات و کمک به مستمندانش چندین برابر ماه های دیگه ارزش داره و خاطر که این در این ماه شما میبینید که شب قدر قرار داره و در بله. شب قدر خود خدا متعال توصیف میکنه که و ما ادراک مال لیلت القدر میفرماید که لیلت القدر خیر من الف شهر یعنی بله. یک شب قدر برابر است با هزار ماه تقریبا هشتاد سال میشه بله. وقتی یک شب در این ماه این مقدار ارزش داشته باشه در این ما هر عمل عبادی دیگه به همین میزان ارزشش میره بالا بقید. حتی در این ما خداوند متعال به حدی زمینه را فراهم کرده که اگر در این ماه انسان میخوابه که خطا در ماهای دیگه ما میخوابیم خب میخواب بله. خواب بخش از زندگی ماست بله. حتی در این ماه نو مصائمه عباده حتی ویشان میفرماید که و نه فیه عباده در بله. این ماه حتی خواب ما عبادت محسوب میشه و این خواب ما در پیشگاه خدا متعال ارزش داره نفس و نفس و انفاس فیه تسبیح هر نفسی که ما میکشیم همین دم و بازدم میکنیم ایت یک سبحان الله حساب میشه بله برای خدا پس میبینید در این ما بحث کمک به نیازمندان و ما در روایات دیگری هم داریم که نیازمندان در حقیقت کسانی هستند که یا به تعبیری بگیم که دستهای گسترده شده خداوند و میگه الخلق و ایال الله خلق مردم نیازمندان در حقیقت ایال خداست در آیات دیگری هم داریم که ما یقرض الله قرضا حسنا کسی که به خدا قرض حسن بده خب که نیازمند نیست که الله الصمد بی‌نیازترین موجود عالم و بی‌نیازترین موجود هستی خداوند خدا متعال خداوند که از ما قرض نمیگیره میگه هر کمکی را که شما به دست فقرا میتی هر کمکی را که برای فقرا میکنی هر کار نیکی را که در حق دیگر مردم و ایال الله انجام در حقیقت امانتی است که شما دست خدا دادی بلد. و این قرض خدا چه زمان میته در روز قیامت که همه یعمل مسقال ذره خیر یره هر ذره یعنی به اندازه یک ذره اگر ما در این ماه کمک میکنیم در ماه در پیشگاه خداوند متعال این همراه با هزاران بار افزایش از طرف خداوند متعال به ما پس داده میشه در آیه قرآن کریم داریم که خداوند متعال میفرماید که مثل کسی که در راه خدا انفاق می کنم که مثل مانند یک دانه می مانند. آن بتد فیه سب اصنابل که این دانه را که شما میکاری این دانه هفت تا شاخه میکنه هفت تا خوشه میکنه و فی کل سنبولتین میعت و حبه و بعد در هر شاخهش 100 تا دانه دیگه باشه آیه سریح قرآنه که هر کس در راه خدا انفاق میکنه علی خصوص در ماه مبارک رمضان به فقرا وقتی ما ماه میکنیم این حد اقلش و بعد میگه والله یو زعف و بقى. بقى خداوند اگر بخواه این مضاعف میکنه حد اقل دو برابره. اونجا خداوند گفت که هر عمل خیر 700 بعد مضاعفش که بکنه این دو برابر حداقل اینکه دو برابر بکنه نه. میشه 1400 یعنی یک عمل خیر انسان در این ماه چنانچه خالصانه باشه البته این خیلی مهمه چنانچه خالصانه باشه چنانچه از مننت به دور باشه چنان خدا خدای نخواسته ریا نباشه چنانچه که در این کمک کردن به یک فقیر کوچک کردنی از او نباشه بعض وقت‌هاست که ما که متاسفانه این موارد بعضی کسا مد نظر نمی‌گیرن دقیقاً دقیقاً و در حقیقت آفت اعمال خیرم اینمی مینت دادن آفت اعمال خیرم اینمی ریاست که این ریا زمانی که انسان ریا میکنه چون ریا برای کسب نظر دیگرانه برد. ریا برای کسب نظر غی خداونده برد. و حتی بعضی میگه که ریا شرک صغیره یعنی اگر ما یک عمل خیر را انجام میتیم بله. مثلا من با شما یک برخورد انسانی خوب میکنم به خاطر که شما به عنوان یک انسان خوشحال شوید یا مثلا یک فقیر رو یک کمک میکنیم یا یک عمل خیر انجام میتونم بعد ایره به خاطر رضای خدا انجام نمیتونم به خاطر که دیگران مرا بگوید که فلان شخص چه قادم خوبی است خب بله. اگر به این منزا انجام دادم اینجا من در دنبال کسب رضایت غیر خداوند است بله و کار انجام دادن عمل انجام دادن به نیت کسب رضای غیر خداوند شریک قرار دادن غیر خدا در کنار خداونده که این شرک صغیر بله جناب استاد خیلی مورد خوب را اشاره کردین موضوع ریا ای که اکثریت کسا هستن کمک میکنن اما از او کمک عکس میگیرن یا ویدیو میگیرن و اکثرا کسا به این دیدستن که اگر ما این کارا بکنیم به نحو ما غیر مستقیم مردم دیگر تشویق کردیم که بیاین کمک بکنن ولی در احادیث آمده زمانی که شما کمک میکنید نباید دست دیگرتان خبر شود حالا بهترین روش کمک به کدام روش بودم تا از دید شما؟ بحث کمک بله برخی از مثلا در احوالات امام حسین علیه السلام داریم که ایشان زمانی که به فقیر کمک میکرد دروازه را نیم باز میکرد بله. و دست خود از مدرز دروازه بیرون میکرد به فقیر میداد بله. و پرسیدن که خب چرا شما گفت من اون لحظه که ممی کمک به فقیر میکنم و فقیر یک حالت التماسگونه یک بله. حالت نیازمندگونه به چیش ظاهر میشه من حیا میکنم کنم حالت ببینم بله این به این حد یا مثلا شما در احوالات امام علی سلام دارید که شبانه انبان غذا را به دوش می گرفت و میرفت به حساب کیسه غذا را شبانه پشت در خانه ایتام فقرا و مساکین می رسند و تا زمانی که حضرت امام علی به شهادت نرسیده بود خیلی خانواده ها نمیفهمید با ما کی کمک میکنه در احوالات ائمه در احوالات پیشوایان دین در احوالات خود پیامبر اسلام تاکید شده که ما باید عمل خیر خدا و همین کارهای نیکی خدا و علل خصوص انفاق در راه خدا را کمک به فقرا را ایره سری انجام بدیم نباید کسی از این خبر شود که ما خدای نخواسته دچار دو ریا دوچار کبر نشیم و دچار عجب نشیم این خیلی مهمه اما بحث دیگری که میشه که آیا ما مردم رو تشویق بکنیم میدون در اینجا باید دو قضیه رو ما در نظر بگیریم زمانی که من یک عکس رو میگیرم خب در اینجا درسته که من خود نشان میدم که کردم عملی مثلا اینجا یک انفاق یک خیر کردم در راه خدا اما او طرف چهره فقیر ما نباید در عکس ها و تلویزیون ها و یا مثلا فرض با فیسبوک ها اینو نشان بدیم بله اگر چیز هست ما اما گزارش کار خود بتیم و اگر میکانیزمی داریم دیگه دعوت بکنیم که به ای میکانیزم بپیونده بله بله اگر ما هیچ میکانیزمی نداریم و بعد فقط به خاطر که دیگرها خبر شوه یک چند تا لایک بکنه یا مثلا یک چند تا چک چک برای ما بکنه خب این نشانگر همو تلاش ما برای کسب شهرت برای یا مثلا در زمانای کمپاین اگه یاد شما باشه برخی از کاندیداها ها می رفتن در آه، آه، شفاخانه ها اون مریض بنده خدا رو یک پنج سال افغانی دستش میداد داد و ترق اخصش می خب اینجا اینا نشانگری اونمو نهایت ریاض اونمو نشانگر نهایت استفا... سوی استفاده از فقر دیگرانه اینها به هیچ عنوان درست نیست منتها اگر ما طرحی داریم یک ای داریم و دعوت بکنیم که بله ما یک برنامه داریم میخواهیم که به فقرا کمک بکنیم مثلا شما از طرف تلویزیون یا مثلا یک مؤسسه دارین یک چیز دارین که اینا در به صورت مداوم کارهای خیر را انجام میته اینجا یک سر شما شماره حساب های میشه یا مثلا فرض یک آدرس هایش داده میشه که اینجا بیاین خیراتتون و ما با نظارت خودش شما به فقرا میرسانیم یا مثلا بس خانواده فقیر و برخی آدمایی که مقدار متمول تر هستند مثلا از لحاظ مالی دارای هستند. خدا امانت خداوند امانت خود در اختیار قرار داده به اینا معرفی میکنه که به اونها کمک بکنه یعنی یک واسطه خیر میشه با. چون میگه که کسی که واسطه یک امر خیر میشه یعنی مال از یک آدم غنی واسطه میشه به دست یک فقیر برسه دل از فقیر شاد شوه همو ثوابی را که این فردی که پیسه خود داده میبره این فردی که واسطه شده این هم بالاخره از این ثواب نصیب نیست و در بارگاه خداوند متعال ثواب و اجر خود داره منتها اینا نباید به جای منجر شوه که خدای ما آبروی فقرا را ببینیم بله. ما در میان جامعه اسلامی کسانی داریم که اینا چیز دارن آنقدر حیا داره که به خاطر حیای خود نمیتونه دست گدایی دراز بکنه به کسی حتی از همسایه خود گرس نمیخوره به همسایه خود اینا دست دراز نمیکنه با. ما باید هوای اینها را داشته باشیم که به خاطر کمک آبروی یک فقیر ما نبریم به خاطر که اگر یک فقیر از گرسنگی بمیره خب جان خود از دست داده اما اگر ما آبروی از را ببینیم ببریم اینجا ما مرتکب گناه نابخشدنی شدیم بله روایت داریم از حدیث پیامبر بزرگ اسلام است که میفرماید ارز المؤمن کدمه آبروی انسان مؤمن مانند خونش ارزش داره مانند خونش حرمت داره ما به هیچ عنوان نباید باعث بردن آبروی مردم و باعث ترور شخصیت دیگران و باعث این شویم که یک نفر او راز که در دل داره فحش شود حالا مثلا امی بحث فقره. خیلی نمیخواد دیگران از فقرش خبر شود با هم سختی ها ما با حالا رابطی که داریم میفهمیم که دچار مشکل هست خب ما به نحوی کمک بکنیم که فرمای شما یعنی اگر دست راست کمک میکنه دست چپ خبر نشه یعنی مثلا این همسایه های ها طرف طرف خبر نشه اگر در میان خانواده هست کلی خانواده بعضی وقتا خبر نشه که بعض وقتا خدای نخواسته بین قومی و دور زدگی اینا ممکنه فرض بحث تنه پیش که از این مسائل اینا باید شود در بله استاد متاس متاسفانه وقت کم داریم خوب است به عنوان آخرین سوالی سوال ما پرسان بکنم که کمک به نیازمندان چقدر میتونه به زندگی فردی خود انسان خیر و برکت برمغان بیاره و یک جنبندی از بحث ما داشته باشین لطفا ما در بحث روانشناسی یک بحث انرژی مثبت داریم ببینید صرف نظر از مسائل معنویش که انسان هر کمک را که به نویازمند میکنی ای بر پرونده اعمال معنوی انسان ثبت میشه و و ما عمل مسقال حضرت خیره که ما در صحبت خود داشتیم صرف نظر از اینها وقتی انسان به دیگران کمک میکنه اگر امو فرد حتی به زبان خود هم دعا نکنه که خدا خیر بده فلانی را امی که میخوره و استفاده میکنه از او حالا چه مال پوشیدنی است چه مال خوردنی است هر چه که هست زمانی که او استفاده میکنه نفسش یک نوع انرژی مثبت رو به همین فرد خیر میفرسته و این باعث میشه که این امواج مثبت و این انرژی های مثبت باعث تغییر در زندگی این فرد شوه لذا لا. هر کسی که مالی را در راه خدا انفاق میکنه یا حتی کسی که به خدا اصلا باور نداره فقط میخوای به انسان های دیگه به عنوان بشر کمک بکنه و محض اینی که از مال خودش میگذره به دیگران میفرسته و نو استفاده میکنه این خوبی هایش را دریافت میکنه و هیچ عملی در این دنیا بدون عکس عمل نیست و هیچ کنشی بدون واکنش نیست و این واکنش های مثبت به خود فرد برمیگرده در حقیقت ما اگر مال را در راه خدا مصرف میکنیم این ما مصرف نکردیم ما این در حقیقت در باب مسائل معنوی در باب مسائل رشد شخصیت در باب رشد معنوی خود ما سرمایه گذاری کردیم هیچ انفاقی هیچ خیراتی مصرف مال نیست بلکه سرمایه است در جهت رشد معنوی انسان از باب دینیش اگر بگیریم قرب الی الله اگر از باب غیر دینیش اصلا سکولار و حساب لایک که فکر بکنیم از ایده رشد شخصیت انسان میشه بله. این باعث میشه که انسان یک نوع از خودگذاری در وجودش نهادی نشوه و باعث شود که انسان ارزشمندتر شود تا کسانی که میگه همه چیز مال برد. و کاملا یک وابستگی مفرد به مسائل مادیات پیدا بسیار زیاد تشکر از اینکه تشریف آوردین جناب استاد از صحبت های خیلی خوبتان مطمئنا بیننده عزیز ما هم صحبت های شما را گرفته باشن و در این ما به نیازمندان کمک بکنن به کسایی که واقعا به کمک نیاز دارند به اونا رسیدگی بکنن شما عزیزا هم میتونید دیدگاه و نظریات خود را در صفحه فیسبوک و برنامه صبح زندگی با ما شریک بسازید در نیم ساعت اخیر برنامه حتما نظریات شما را به خانش میگیریم عزیزایی که به دسترسی به ندارین از طریق 2222 22 میتونین پیام کتبی تونا به ما بفرستین ما هم زیر نویس تلویزیون خود میسازیم و جهان سپاس از شما جناب استاد میان برنامه خیلی کوتاه میگیریم پس از او در نیم ساعت برنامه همکاران عزیزم را همراه تا تشکر از اینکه که برنامه های ما را برای دیدن انتخاب کردین اگر علاقمند برنامه های قبلی ما هستین پس اینجا را کلیک نماین اگر دوست دارین برنامه های بعدی ما را ببینین پس اینجا را کلیک نماین و اگر میخواین به چینل یوتیوب آریانا تلویژن بپیوندین پس همین لحظه سابسکرایب کنین